بداند آنچرا که طرف مقابل ترک می کند معروف است که باید او را امر کند به معروف، و آنچرا که مرتکب می شود منکر است، حرام است، تا او را نهی کند. معروف و منکر توضیح داده شد، یه سری معروف ها و واجبات شمرده شد، و اما محرمات، منکرات، گناهان، اون هم توضیح مختصری دادیم. بعدم گفتیم برخی از گناهان کبیره است، برخی صغیره است. اجمالا فهرستی از گناهان کبیره بر اساس کتابهای فقهی. سرلوحه همه گناهان دروغ است، دروغی که از گناهان کبیره است. اگر شما ببینید شخصی داره دروغ میگه یا میخواد دروغ بگوید، بر شما واجب است که او را از دروغگویی منع کنید. دوم، قتل نفس. اگر متوجه شدید کسی دیگری رو که بیگناه است به ناحق میخواد بکشد، حتما واجب است که از او جلوگیری کنید و او را نهی کنید از این عمل، و به هر نحوه که میتوانید جلوی قتل انسان بیگناه را بگیرید. اینا گناهان کبیره است. حقوق والدین، راجع به این گناه قبلا در برنامه گذشته زیاد صحبت کردیم. احترام به والدین، حقوق والدین، و چه می شود که انسان به اصطلاح عاق والدین می شود. اگر انسان کاری کند که موجب نارضایتی پدر و مادر بشود، این حقوق والدین است. اگر کسی مثلا این اعمال رو مرتکب شده است یا مرتکب می شود که پدر و مادرش از اون ناراضی هستن، باید او رو نهی کرد. گرچه گفتیم نسبت به اعمال گذشته دیگه نهی معنا نداره، نسبت به کارهای آینده است. اکل مال یتیم، یعنی اموال یتیمان را متصرف شدن، استفاده کردن بدون اجازه از ولی او، خب این حرام است. اولا جز گناهان کبیره است. ثانیا اگه خدا ناکرده چنین کاری رو کسی مرتکب شد، باید او را نهی کرد. باز از جمله گناهان کبیره قذف است. قذف یعنی نسبت زنا یا لواط به دیگران دادن، جز کارهای بسیار زشت، و اگر کسی چنین نسبتی به دیگران بخواد بدهد، باید جلوگیری کرد. یا کسی اهل این چیزاست، باید او رو نهی کرد از این منکر. ششم، فرار از جبهه جهاد. در زمانی که جبهه اسلام احتیاج به نیرو داره، افراد باید در جبهه بمانند. اگر کسی از جبهه فرار کند، این منکر است و گناه کبیره است، و کسانی که میتوانند باید این فرد را از این عمل، یعنی خالی کردن جبهه جهاد، نهی کنند، جلوگیری کنند، که این نهی از منکر است. سحر یکی از کارهای زشت، ناپسند و گناه و جزو معاصی کبیره هست. اگر کسی خدای ناکرده اقدام به چنین عملی بکند، یعنی برای دیگران سحر و جادو کند، این حرام هست و باید او رو نهی کرد، باید جلوگیری کرد. راجع به سحر و جادو خیلی زیاد میپرسن. در برنامه های دیگر غیر از این برنامه ما راجع به اصل این مسئله توضیح دادیم، حکم شرعیش رو گفتیم، و همچنین اشاره کردیم که هر مشکلی تو زندگی برامون پیش آمد، خیال نکنیم که دیگران برای ما سحر و جادو کردن. اما اصل این ممکنه اتفاق بیفته، ولذا اگر کسی خدای ناکرده اقدام به چنین عملی بخواد بکند، بر دیگران که اطلاع دارن و نهیشون تأثیر داره، باید او را از این عمل نهی کنند. خب زنا و لواط جزو گناهان کبیره است. شاید کمتر مسلمانی است که اطلاع نداشته باشد از این دو عمل قبیح و زشت، و اگر کسی متوجه شد که شخص دیگری قصد انجام چنین عملی را دارد یا اهل این کار هاست، حتما واجب است که او را از این عمل باز دارند. نهم، سرقت، دزدی جز گناهان کبیره است. افزون بر این که گناه هست، زمان هم دارد، یعنی باید مالی رو که به سرقت برده به صاحبش برگردونه. اگر موجود نیست، صاحبش رو راضی کند یا قیمتش رو یا مثلش رو بپردازد. اگر کسی اطلاع داشته باشه دیگری سارق است، اهل این عمل است،
حتما باید او را از این کار نهی کند، باز دارد. قسم دروغ، اصل خود دروغ گناه کبیره است. قسم دروغ هم کلن، قسم راست هم خوب نیست، پسندیده نیست، کراهت داره. یه مطلبی رو شما میخواد بگید با خاطرش قسم میخورید، مطلب درستی است. قسم میخورید همچه کاری انجام دادم، قسم میخورید همچه کاری انجام ندادم، قسم میخورید فلان موقع من فلان جا نبودم، قسم میخورید این کالا رو به این قیمت خریدم، قسم میخورید این حرف رو من نزدم، همش هم درسته، اما قسم این گونه ای کراهت داره. و اگر خدای ناکرده دروغ باشد جز گناهان کبیره است و نهی باید کرد شخصی را که قسم دروغ میخورد. خب این 10 نمونه از گناهان کبیره برای اینکه منکرات را، محرمات را، معاصی و گناهان را بشناسیم و وظیفمون در رابطه با نهی از منکر بدانیم. اگر کسی خواست مرتکبی که از اینها بشود، بدانیم که باید نهی از منکر کنیم. تا لحظات دیگر نوبت به سوالای شما میرسد. بله، سوالهای زیادی داریم در فصول مختلف فقه و احکام دینی. بازم از نماز و روزه داریم. سوال کردن اگر شخصی روزه بگیرد ولی نماز نخواند، آیا روزهش قبول است؟ این که روزهش قبول هست یا نه، یعنی مورد پذیرش خداوند قرار میگیره یا نه، یه بحث است. آیا روزهش صحیح است یا نه، بحث دیگری است. و همچنین آیا وظیفه داره روزه بگیره با اینکه نماز نمیخونه، این مثلا این روزه چه به درد میخوره. اول اینکه قبول هست یا نه، بله ممکن است کسی وظیفه ای را ترک کند مثل نماز، گناهی را مرتکب بشود مثل غیبت، مانع قبولی روزه باشد، یعنی نگذاره این روزه قبول بشود، اما مانع صحت نیست. یعنی طرف روزه صحیح میگیره نمازم نمیخونه یا نماز باطل میخونه، روزه به جای خودش صحیح است ولو نمره نداشته باشد، درجه نداشته باشد، قبول نباشد و نمازم به جای خودش باطل است. اما نخواندن نماز که مانع قبولی روزه ممکن است بشود یا غیبت، سبب این نمی شود که تکلیف برداشته بشه که بگیم روزه هم برش واجب نیست. نه، روزه رو باید به جا بیاره، چون اگر روزه رو به جا نبرد کفاره هم داره، قضا هم داره، مثل همون نماز که قضا دارد. فلذا تصور نکنه بگه حالا خب ما نماز که نمیخوریم، روزه همون هم به درد نمیخوره، بس برای چی به جا بیاریم؟ نه، تکلیف است، باید روزه ها رو به جا بیاره، نماز ها رو هم باید بخونه. و بحث دیگر در رابطه با همین وظیفه است که اشاره کردیم. به هر حال وظیفه نسبت به هر دو هست و هر دو هم باید انجام بدن. پس ممکنه مانع قبولی باشد ولی موجب اسقاط تکلیف نیست، طرف باید روزه رو بگیره، نماز رو بخونه. سال پرسیدن اگر ماشین موسیقی حرام بگذارد، یعنی ماشین موسیقی حرام پخش میکنه، ولی پیاده شدن ما موجب کرایه مجدد یا بیشتر و مشقت مالی است، آیا تکلیف داریم که از اون ماشین پیاده بشویم؟ اگه موسیقی حرام است، شما وظیفه ندارید پیاده بشید، وظیفتون این است که نهی از منکر کنید، بهش تذکر بدید خاموش کنه. اما اگر تذکر دادید و خاموش نکرد، اینجا شما نهی از منکر رو انجام دادید، این وظیفه انجام شد، فعلا دارید موسیقی حرام گوش میدید. اگه بتونید خودتون گوش ندید، چون که نتونستید جلوی گوش دادن دیگران را بگیرید، ولی خودتون نباید گوش بدید. اگه میتونید به گونه خودتون موسیقی رو گوش ندید، پیاده شدن باز واجب نیست. اما اگر نه، نمیتونید اونجا نشستید، به هر حال گوش میدید، بتونید پیاده بشید، اگه ضرر مالی متنابهی نداشته باشد، امکان داشته باشه براتون که پیاده بشید، ماشین دیگه سوار بشوید، بله وظیفه همین هست. سوال بعدی در مورد غسل است. پرسیدن به قصد غسل جنابت به حمام می رویم، ولی کمی بعد از شستن یادمان می آید قصدمان را انجام نداده ایم. خب اینم سوال دیگه. نگاه کنید، قصد انجام دادنی نیست. همین که شما حمام می رید که غسل را انجام بدید، سر و گردن رو میشویید، طرف راست رو میشویید، که اگر ازتون بپرسن چه کار میکنین، میتونید بگید غسل دارم انجام میدم، همین مقدار کافیه. لازم نیست اونجا وایسید و
بسم الله الرحمن الرحیم غسل جنابت به جا می آورم قربتن الله، لزومی نداره، همین که به همین مقدار، یعنی اعمال رو درست انجام بدید و این مقدار توجه باشه که اگر ازتون پرسیدن بدونید دارید چه کاری انجام میدهید. باز سوال کردن من به دوستانم در مورد شغل پدرم و اهل شهرستان بودنم دروغ گفتم، آیا باید حلالیت بطلبم؟ گرچه ما اینجا در مورد توبه از این گناهان و نحوه توبه از این گناهان صحبت نکردیم و تو این به حساب بحث هم وارد نشدیم، چون بحثمون در مورد شناخت منکرات است و معروف ها برای انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر. این که توبه اش چیست بعداً خواهد آمد، یعنی در نمای دیگه، ولی در این مورد اگر کسی مثلا در مورد شغل پدرش یا اهل شهرستان بودنش دروغ گفته باشد و لطمه ای به کسی وارد نشده باشد، حقی از کسی ضایع نشده باشد، آبروی کسی ریخته نشده باشد، حلالیت نیاز نداره، صرفاً باید استغفار کند و تصمیم بگیره که دیگه دروغ نگوید. خب ظاهراً اشاره میکنن، گرچه هنوز سوال داریم، ظاهراً اشاره میکنن وقتمون تمام است. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا برنامه دیگر که بتونیم بازم در خدمت سوالهای شما باشیم و بخشی از احکام امر به معروف و نهی از منکر رو در ادامه مباحث گذشته عرض کنیم انشاءالله. خلاصه این برنامه، در بحث احکام امر به معروف و نهی از منکر به شرایط امر به معروف و نهی از منکر رسیدیم که شرط اول آن شناخت معروف و منکر بود. در این برنامه به معرفی بعضی از منکرات یا محرمات پرداخته ایم. دروغ اولین گناه کبیره و سرلوحه همه گناهان است. دومین گناه قتل نفس است. بر مسلمانی که باخبر می شود که قرار است قتلی انجام شود، واجب است که شخصی را که قصد این کار را دارد نهی و در حد توان خود از وقوع این گناه کبیره جلوگیری کند. رعایت نکردن حقوق والدین و انجام کارهایی که سبب عاق والدین شدن می شود و همچنین خوردن مال یتیمان و تصرف در اموال آنها بدون اجازه گرفتن از ولی آنها نیز از گناهان کبیره است. بعضی دیگر از گناهان کبیره عبارتند از فرار از جبهه و جهاد وقتی در جبهه نیاز به نیرو دارند، سحر، زنا، لواط، سرقت و قسم دروغ خوردن. گفتنیست قسم خوردن در موارد عادی حتی اگر راست هم باشد مکروه است. در برنامه بعدی به معرفی سایر گناهان کبیره خواهیم پرداخت.